همراه باشید با ایران آزادی. تشدید اعدام در ایران در آستانه روز جهانی علیه اعدام. چرا؟ 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. سمت و سوی حرکت جهانی به سمت محو اعدام در کشورهاست. مجازات اعدام به عنوان یک مجازات مطرود و غیر انسانی شناخته شده است. با این وجود ما در ایران با فاشیسمی سر و کار داریم که تحت پوشش مذهب در حال کشتار انسانها با استفاده از حکم اعدام است. 10 اکتبر بنابر تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با اعدام است. قطعنامه‌های جهانی با عنوان نخستین گام در راه لغو کامل این مجازات غیر انسانی اولین بار در سال 2007 و دومین بار در سال 2008 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیدند. شورای اروپا و اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای بر مخالفت شدید خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی تاکید کردند. در بیانیه این ارگان ها آمده است: مجازات اعدام بی حرمتی به شأن انسان است. این مجازات عملی ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و ناقض حق حیات است. مجازات اعدام اثر بازدارندگی اثبات شده ای ندارد و جبران خطاهای قضایی را ناممکن می سازد. گزارش عفو بین الملل. بر اساس اطلاعات عفو بین الملل تا کنون 144 کشور مجازات مرگ را لغو کردند. از این میان 112 کشور قانوناً این مجازات را لغو کرده و 32 کشور آن را اجرا نمی کنند. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش سالانش در سال 2023 خود در مورد مجازات اعدام می گوید که در این سال اجرای حداقل 1153 حکم اعدام را در جهان ثبت کرده است که در مقایسه با سال 2022 افزایش 31%ی را نشان می دهد. همزمان شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا کرده اند در سال گذشته پایین ترین میزان را یافته است. 3/4 اعدام ها در ایران بوده است. ایران با 853 مورد اعدام تقریباً 3/4 اعدام های ثبت شده در جهان را اجرا کرده است که حدود 50% نسبت به سال 2022 بیشتر بوده است. گزارش سالانه 2023 عفو بین الملل تصریح دارد که احکام جدیداً صادر شده اعدام ها در جهان در مقایسه با سال پیش از آن 20% افزایش یافته و در 52 کشور مجموعاً به 2428 مورد رسیده است. در پایان سال 2023 در سراسر جهان دست کم 27687 تن به اعدام محکوم بودند. با این حال یک روند مثبت در تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می کنند وجود داشته است. به گفته این سازمان تعداد کشورهایی که در سال 2023 مجازات اعدام را اجرا کردند 16 کشور کمتر از سال قبل بوده است. این عدد پایین ترین تعداد از زمان ثبت این آمار هاست. در کشورهای بلاروس، ژاپن، میانمار و سودان جنوبی که در 2022 احکام اعدام اجرا می شد در سال 2023 هیچ مورد اجرای اعدام ثبت نشده است. اعلام بلاوقفه در ایران. قوه قضایی رژیم ایران هنوز بر منطق چشم در برابر چشم و کشتن به خاطر عبرت دیگران اصرار دارد. با این رویکرد ایران در صدر فهرست جلادترین حکومت‌ها در جهان قرار گرفته است. رژیم ایران آدمکشی را به صورت یک امر عادی و روزمره درآورده است. آنها با حلق‌آویزهای خیابانی در برابر چشم اعضای خانواده و حتی در برابر کودکان قلب و ذهن و ضمیر آنها را در هم می‌کوبند. اعدام، شکنجه، سنگسار، دست و پا بریدن و چشم درآوردن در این رژیم نهادینه شده و جامعه قانون پوشیده است. همانطور که در گزارش عفو بین‌الملل دیدیم،
در سال 2023 رژیم ایران به تنهایی بیش از 3/4 اعدام‌های جهان را انجام داده، یعنی 853 اعدام. این تازه آمار محافظه‌کارانه است که عفو بین‌الملل تنظیم کرده. شمار واقعی اعدام‌ها در ایران بسیار فراتر است. به گفته عفو بین‌الملل در ایران تعداد نامتناسبی از اعدام شده ها را اعضای اقلیت قومی بلوچ تشکیل می دهند. بیش از 60% موارد ثبت شده اعدام ها در ایران در پیوند به جرایم مواد مخدر بوده است، در حالی که بر اساس حقوق بین المللی مرتکبان چنین جرایمی نباید با اعدام مجازات گردند. وضعیت وخیم در سال 2024. در سال 2024 وضعیت وخیم‌تر و به شدت وخیم‌تر است. از ابتدای این سال شمسی تا کنون 445 و از ابتدای سال میلادی 2024 دست کم 559 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. تنها در ماه شهریور 69 نفر تا روز 15 شهریور و در مهر ماه بیش از 60 نفر اعدام شدند. تنها طی 2 روز 10 و 11 مهر ماه بیش از 30 نفر اعدام شدند. واقعیت این است که رژیم ایران تنها دیکتاتوری مذهبی جهان است که هنوز باقی است. این فاشیسم مذهبی ماندگاریش را مرهون دو چیز است: سرکوب در داخل کشور و کشتار و تروریسم در خارج. هیچ ابزار بقای دیگری ندارد. پس چون ما با یک فاشیسم مذهبی رو در رو هستیم که در این حال با بحران بقا مواجه است، پس باید بدانیم که این امواج اعدام تنها در خدمت بقای رژیم است. رژیم چون می داند اگر سرکوب و کشتار را کنار بزند با قیام و خیزش مردم سرنگون می شود، مجبور است برای مهار اوضاع اعدام را مدام افزایش بدهد. افزایش اعدام زنان. این روزها در میان اسامی اعدام شدگان به کرات نام زنان به چشم می خورد. طی همین هفته گذشته دست کم 4 زن در زندان‌های مختلف اعدام شدند. دلیل افزایش اعدام زنان را باید در دو چیز جستجو کرد. 1. از نظر سیاسی، هراس رژیم از زنان به دلیل نقش برجسته و پیشتازشان در قیام سالهای اخیر. رژیم برای اینکه به زنان ضرب شست نشان بدهد، احکام اعدام بیشتری برای زنان صادر می کند و احکام بیشتری اجرا می کند. 2. دلیل دوم به وجهه اجتماعی اعدام ها برمی گردد که زنان ایران بیش از گذشته وارد اجتماع شدند. به دلیل گسترش فقر و نابرابری، زنان بیش از همیشه در نقش سرپرست خانواده یا ناناور خانواده قد علم کردند. این امر منجر به این شده که سهم زنان در زندان و اعدام هم بیشتر شود. اگر در گذشته زندان زنان یک زندان محدودی بوده، الان می‌بینیم که زندان زنان در حال گسترش است. به این ترتیب در آستانه روز جهانی علیه اعدام می‌بینیم که نرخ اعدام در ایران در حال افزایش است و این روند تا زمانی که این دستگاه سرکوب باقی است ادامه خواهد یافت.